دهه اواخر امارت اسلامی و مجاهدین امارت اسلامی کارهای فوق العاده را به همشهری ها و هموطنان ما علل خصوص در شهر کابل مهیا ساختند. قبل از اینکه امارت اسلامی به قدرت برسه و بعد از اینکه اشرف غنی فرار بکنه قدرت به دست امارت اسلامی رسید، پیش از این شما در امارت اسلامی بودین یا نه؟ منتظر هستیم تا که قفل دروازه را باز بکنن و داخل زندان بریم. امرای هموطنان ما که در بخش زندانی هستن امرایشون صحبت کرد. جان کرده بودین شما؟ لرا کمره نگیم در زندان امارت اسلامی میرن، از سوی مجاهدین بسیار مورد لطکو قرار میگیرن. نظر خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت تمامی شما ایزان. امیدوار هستم هر کجای که هستین لبخند بر لبانتان و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بازم مسعود جامعه هستم با یکی دیگر از گزارش ها از دریچه دوزداران کابل در خدمت شما. امیدوار هستم تا پایان گزارش با ما همراه باشید. و گزارشی که امروز ما قرار است از اوضاع 11 امنیتی شهر کابل برای شما ایزان تهیه و آماده بکنیم ما را بیننده باشید. دوست عزیز، در این اواخر امارت اسلامی و مجاهدین امارت اسلامی کارهای فوق العاده را به همشهری ها و هموطنان ما علل خصوص در شهر کابل مهیا ساختند. ما هم آمده با مولوی صاحب نصیر احمد احمدی، آمر اوضاع 11 امنیتی شهر کابل برنامه داشته باشیم تا در مورد مجاهدینی که در اوضاع 11 امنیتی مصدر خدمت به مردم و جامعه خود هستند صحبت های داشته باشیم. ای که کدام سهولت ها و چی کارهایی را جناب آمر صاحب از زمانی که مصدر خدمت یا مسئولیت سمت آمریت اوضاع 11 به دوش گرفتن چی کارهایی را کردن و گپ و گفت در مورد زندان، آمادگی های امارت اسلامی برای مجاهدین که قرار است که فصل سرما برسه چی آمادگی هایی را گرفتن، امروشون صحبت هایی می داشته باشیم. ای که چی کارهایی را در این مدت که امارت اسلامی قدرت را به دست گرفتن، بعد از فرار نمودن اشرف غنی زمانی که امارت اسلامی آمد قدرت را به دست گرفت چی کارهایی را اینا انجام دادن که تانستن که مردم و خصوصا مردمی که در منطقه خیرخانه زندگی میکنن ازشان خوشنود باشن. پس با ما همراه باشید، میریم داخل ببینیم که جناب مولوی صاحب در دفتر کاریشان است یا خیر. همراهشون صحبتهایی را آغاز میکنیم ببینیم که چه گفتنیایی دارن. پس با ما همراه باشید تا آخر گزارش ما را بیننده باشید. خب هموطن عزیز، خوشبختانه که جناب آمر صاحب با تعداد از مجاهدین دیگر در صحن اولی آمریت اوضاع 11 حضور دارن. همراهشون صحبت ها را از اینجا آغاز میکنیم و میرن در بخش های بعدی اوضاع. جناب مولوی صاحب سلام، وقتتان بخیر. صحت شما خوب است؟ خیر خیرت. بسیار تشکر از اینکه با ما وقت گذاشتین، یک دنیا سپاس. زنده باشی. خیر باشی. جناب مولوی صاحب، میشه از اینجا صحبت ها را آغاز بکنیم که چقدر وقت است که شما مسئولیت آمریت اوضاع 11 به دوش گرفتین؟ من خودم مسئولیت تقریبا 2 سال کیگی. از زمانی که قدرت امارت اسلامی به دست گرفتن شما آمدین و مسئولیت آمریت اوضاع را به دوش گرفتین؟ کله چی اگر آقای امارت فتح راغلن تقریبا سالور میستی بعد از تراغلن. بسیار خوب. جناب مولوی صاحب، چه دستاوردهایی در این مدت که شما مسئولیت آمریت به دوش گرفتین داشتین؟ الحمدلله من خود ډیر دستاوردلرو چې هغه په هر بخش کې منتستر و جنایی بخش که است و اندازی نور و کارو که زیاد اغم لستر اولانی الحمدلله است. خب جناب مولوی صاحب، اگر موافق باشین با شما و تعداد دیگر مجاهدین که همراه تان است میریم بخش هایی که شما در آمریت اوضاع یا در کل اوضاع 11 مهیا ساختین یک دیدار می داشته باشیم و صحبت ها رو اونجا آغاز میکنیم. سیست انشاءالله مشکل نسته و لر بست. مهربانی جناب مولوی صاحب، میشه برای ما بگوین که کدام طرف ما باید بریم و کجا باید برنامه داشته باشیم، از کجا شروع بکنیم؟ کوم ځای نه شروع کوی؟ تاسو خپل د زندان نه زو لار وسلتی زنه به وګورو، بندیان وګورو،
انداز نور جنایی بخشتا و لارس و حقوقی بخشتا کم مامیندی داری چی ها و کم مسئله پا مخبی یقب و گورو درست انداز جنایی کنترول و کشب و دقا امکشون با طول و گورو خوب که پس خوب این طرف هست جناب مولوی صاحب مهربانی خوب دوستای زمرای عامر صاحب مولوی صاحب نصیر احمد احمدی در کنارشان میریم و از زندان آمریت عوضه 11 هم دیدار می داشته باشیم یحیی جان میشه این طرف بیایی جناب مولوی صاحب این زندان تعمیر یاش از سابق بوده شما کدام دستکاری بالاش نکردیم دیگه خب مخی دست سابق بود مخی اندال زندان بودی دوی دیگه مونگ سه کار نده کلای مونگ سه نمی چی بکنه دیجور کلی زکر ده به حال و هر شای جور رو مخی نه بچه دیده زندانی ها فیلن ایجا هستن جناب آلو سید یه رو بس بود انشالا کمی زکر جرمون الحمدلله بیخی سپت را رسیدلی دی دستی جرمون نسته ده که بعضی دست یه دی زمانت لپاره یه سو سات دستی کنه ولی یا جنگ بی دستی کدای بی چی تر واقع بلا خواه ارتا ایبراو کی نوری علاقو اغم دستی غط اغن نسته کسا خالی سی یه کسی لگو آلی بی او نو دسی مشکلات دی خدای پاک فضل ده واس طول ختم دیلتا منتظر هستیم تا که قفل دروازه را باز بکنن و داخل زندان بریم امرای هموطنان ما که در بخش زندانی هستن امرایشون صحبت های داشته باشیم جناب مولایی صاحب و تعداد دیگر از مجاهدین امرای ماست خب مهربانی جناب مولایی صاحب شما میشه داخل بریم سلام علیکم لالا خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ نام چی است؟ رام محمد رامش رام جان چقدر وقت است که در زندان هستی؟ مزمه یک روز شد چی از جرمت؟ جرمم یک کمی که دوستای ما جنجال شده بود جنجال بود چطور از برخورد در رویه مجاهدین امارت با شما؟ بسیار خوب است بسیار خوش هستیم از وقتی که آمده اسلایک همه چیز برقرار کدام مشکل ندارین؟ نه خیر نه خیر شما لالا؟ جنگ کرده بودین شما؟ لالا کمره نگی میبخشید خیر هم نیاز جازه تشکیل جنگ کرده جنگ کرده بودین چطور از رویه و برخورد مجاهدین؟ خوبه لالا مشکل خونه نه نه مشکل نه از جناب عامر صاحب از مسئولین همشان راضی هستین؟ خوش هستین بخیر سلامت باشین جناب مولایی صاحب بعضی از اشخاص به این نظر هستن که زمان که یک مجرم در زندان امارت اسلامی میرن از سوی مجاهدین بسیار مورد لط و کوب قرار میگیرن نظرتون در این مورد چی هست؟ دلده خب واسه امیر مومنین چه منگ تا امر ده چه هیچ سوک بیل محکمین و سوک چه تا جزا نسی ورکوالای منگ هیس کل سوک نو و نه چه تا جزا ورکو زکا چه داد امیر مومنین چه امر ده منگ خپل مشران و امر تا تاویو زکا دا شل کل قربانیم داد خپل دی مشران و دی امر سر مر کرده ده نو نن ورازم پا داسی اصانه ای که بخواه مخواه دی دو اطاعت کو دا خود دیر وڑا کسا دسی پا دی که منگ اطاعتو نکو دی خپل دی مشر در سایه خیرخانه در حکومت قبلی خیلی جرایم جنایی رخ میداد متاسفانه اما بعد از آمدن امارت اسلامی فعلا وضعیت امنیتی خیلی نرمال است و مردم میتونن با خیال راحت زندگی بکنن دلیل از چی بود جناب مولوی شیخ ده خو الحمدلله د دې ولس همکاری ده د موږ سره ولس ولاړ ده چې دغه سي د حالات ټیټ کچه ته راغله که چېرته د ولس همکاري نه وای ولس له موږ سره نه وای ولاړ نو دا هیڅکله نصرت لیم نه مراوستلی سو خو الحمدلله دا دلته د ولس د علماو وکلسیبانو او د عام ولس د مخورو خلکو له موږ سره بال پر موږ مجلسونه ورسره کوو کینو ورسره وینو او له د دوی همکاري ده چې دغه سي امنیت راغلی ده بخیر باشین جناب مولوی صاحب یک سوال دارم در مورد می زندان زندانیان داشته باشم و گپ و گفتای وجود داره که زمان یک متهم وارد زندان مجاهدین امارت اسلامی میشن در مورد غذا و نانشان هم کم توجهی میشه در این مورد میشه برای ما بگوین دیدی خو ده خو یور که بندی سو ده مظلوم سو ده با من منی حق ده هر مسلمان منی بیاد من مسئولین و منی هست کلا داسی نه چی دوی تو پورا شای رسی کم شای چی من خرو من تر رسی گی دا با اندو زندانیان رو تم رسی گی هست کلا داسی نه دی پریکی منگا برای فعلا فقط امی دو تن از احمدان های منجا زندانی هست دیگه کسی نیست؟ نه نور سوک نست نسی زندانیان مکسر و نور سوک نست خالی اغام دوی جنگ کرده دوی مخالی ایسی اغام برا خواه ابراه ارتوو که
د سیغاټه کې سم دوی نه د کړي د اوس د خپل پلاس سره هغه کړي دي مشکلی جوړ کړي دي او خپل څو دوستانی د غوسره سره مشکلی جوړ کړي دي وهاله د لک زره هغه اوس ان شاء الله ایبراو ته کې د علاقېږي د سیغاټ مشکلات نسته ده خدای پاک وزو. خب دوستان عزیز، قرار که مولوی صاحب گفتن حکنون در زندان حوزه 11 امنیتی فقط دو تن از هموطنان ما زندانی هستند. این نشان میده که سطح جرایم جنایی فعلا در سایه خیرخانه خیلی به سطح پایین آمده. در حکومت قبلی زمانی که در زندان حوزه 11 می آمدی اصلا جایی نبود. این نشان میداد که خیلی فساد بود. جناب مولوی صاحب، میشه در مورد از این یک سوال داشته باشیم که در حکومت قبلی زمانی که یک متهم در حوزه می آمد به نحو یا وساطت میشد یا از طرف کسی واسطه میشد به خاطر رهایی، اکنون چگونه است؟ آیا مجاهدین امارت اسلامی واسطه و وسیله را قبول میکنند یا خیر؟ نو یو داسې واسطی وی چې د مجرم په باره کې وي، یو داسې وی چې یو څوک راځي د چا خپل وي او هغو کې داسې ګناه نه وي، یا یو جنگ کړی وي او هغه بیرته موږ اصلاح کولی سي، داسې موږ خوشي کوو. یو داسې وي چې د مجرم یا غل وي یا بل داسې قاتل وي، هغه که سره کوم واسطه راسي هېڅکله موږ نسو خوشي کړی او نه خوشي کوو، هغه خپل ځای ته موږ سپارو، بیا نور مشرانو محکمو کار ده. خو دلته حوزه کې هېڅکله نه خلاصېږي داسې کس د چا په واسطه په هغه مني. بخیر، سلام ازین جناب مولوی صاحب، میریم و بخشهای بعدی حوزه را دیدار می داشته باشیم. خب دوستان عزیز، شما ما را تعقیب بکنید، ما با عامر صاحب حوزه 11 امنیتی میریم و بخشای بعدی را شما چند تصویر از صحنه اولی امنیت حوزه بیننده باشین و دوباره برمید. دوستان عزیز، شما را دوباره خوش آمدید میگیم. در کنار ما جناب مولوی صاحب نصیر احمد احمدی، عامر حوزه 11 امنیتی است. این که فعلا در کدام طرف روان هستیم از زبان خودشون میشنویم. جناب مولوی صاحب، قرار که ما روان هستیم، این فکر کنم بخش جنایی است. پلا روان در بخش جنایی تا دو با او گرو کم سیکر روان در سنگ ترتیب ده آقا با پخپل استرگ تاسی موینی او نور لدون که بیمی انشالله موینی. خوب گفت، خوب گفت. جناب مولوی صاحب، میشه در مورد همین پرسنل که در عملیات حوزه 11 هم فعلا مصروف مصدر خدمت به هموطنان ما است، با چه تعداد است؟ فعلا حال تقریبا من سره 310 پرسنل را. بسیار. او دلته کار منی لگیا ده. مصروف کار هستن. آه. از مامورین یا پرسنل حکومت قبلی هم کسی هست در این جمله یا خیر؟ سته یا سسته بعضی پی ادارو که بعضی خلق سته درست. میری بان جناب علی. سلام علیکم. شیری اول. سلام علیکم. جولی بخیر. سلام علیکم. نعیم جیری. ستون خوب است، خیر خیرت بخیر است. من بشو بودم. در منگه جنایی ده امیر دی. درست. دفتر دی جنایی ده. جنایی سبلان دی پر کشه باگت لاله ده. میشم روشم چند لذی صحبت داشته باشیم جناب علی صاحب، اجازه هست؟ سیدی برتر واقعا که مشکل نسته. من کنارشان میرم. لالم خسته نباشی، وقتت بخیر. شما خوش باشین. ستون خوب است، خیر هستین. چقدر وقت است که در بخش جنایی شما کار میکنین؟ تقریبا یک 6 ماه میشه که در بخش جنایی اینجا کار میکنم. نه تازه اومدین؟ بله. نه سابق بوده، کنترل بوده، ماری دیگه اومدین. چطور است سطح جرایم فعلا در خصوصا در مربوطات حوزه 11 هم؟ الحمدلله خیلی قدر سطح جرایم بسیار پایین است، قدر جرایم بالا نیست، سطحش بسیار پایین شده. درست. در روزانه تقریبا یه شعبه جنایی 5 عرض یا 10 عرض در حدود میه. بیشتر کدام موارد از این موضوعات جنایی تا؟ موضوعات جنایی جنگ است فیلحال، دوزدی هم صفر است و انشالله قدر زیاد نیست. جنگ و مشکلات خانوادگی چیز زیاد است. بعد از اینکه پیش شما مراجعه میکنن، شما جارو مقابل هر دوشت جلب میکنین و میخواین دوزه؟ طبعا دیگه چیزی که اصول است همون ما سیستم پیش میریم، چیزی که اصول است. بخیر، سلامت باشین. بخیر باشین، موفق کامگار باشین. بخیر باشین. خب جناب مولوی صاحب، امروی لالای ما صحبت های داشتیم، از این بخش باید کدام طرف بریم؟ بخیر، باید در کنترول. در کنترول میریم. خب دوستای شما ما را تعقیب بکنین، میرین در بخش کنترول. جناب مولوی صاحب امروی ما هستن با تعداد دیگر از مجاهدین، ای که بخش کنترول بریم امروی جناب مولوی صاحب بازدید داشته باشیم یا دیدار داشته باشیم، امروشون صحبت های میکنیم. پس ما را همراهی کنید و تا رسیدن به بخش کنترل ما را تنها نگذارید. خب
خب جناب علی صاحب فکر کنیم بخش کنترل است، عملیات کنترل منطقوی. تعداد مجاهدین نمیجام مصروف کار هستن. السلام علیکم. السلام علیکم. جوری بخیر. سلام خوب هستین. جوری. سلام. خیر. خب جناب مولای صاحب بخش کنترل دی بخش چند نفر مصروف کار هستن؟ دل تا خود تقریبا په اداره کې څه کار کوي دوا کس خپل امر سره بدن دی کنترل او سره یو همکار وی دلته او په یو بخش کې هغه کې کینی درې کس دلته کار کوي. سه نفر هستن دی کار کوي. اداره کار کوي. اداره کارای اداره میکنن. جناب عمر صاحب وقتتان بخیر. قربان شما، بخیر باشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. میشه نامتان را برام بگین؟ محمد حامد حنفی. حنفی صاحب چقدر وقت است که شما عامر منطقوی اوزی 11 هستین؟ تقریبا یک 18 روز میشه که اینجا آمدیم. خب در ولسوالی چهاراسی عامر کنترل بودیم. چطور است وضعیت این منطقه؟ مردم اهالی از چه زمانتون هم پرست؟ الحمدلله مردم منطقه امرای ما همکار است. ما ان شاء الله امرای مردم همکار هستیم. مشکلات نیست الحمدلله. اندازه مشکلات مردم هم رسیدگی میشه. دیگه مشکلات نیست الحمدلله. بخیر سلامت باشین برادر. موفق کامگار باشین. قربانت. سلام علیکم. بخیر باشین. وقت هم بخیر. خب جناب مولای صاحب میریم بخش بعدی. مرد کشف. عمر کشف. بسیار خوب. در بخش عملیات کشف هم باید جناب مولای صاحب میریم و هم باشون صحبت های میرفته باشیم. جناب مولای صاحب میره بونیم. سلام علیکم. 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 الحمدلله سطح جرائم خود بالخصوص در حوزه 11 در 100% اگر برد بگویم 80% 90% مشکلات حل است. مردم امرای ما همکار است و مجاهدین حوزه 11 زیاد سعی و تلاش میکنند برای امنیت مردم. چقدر وقت است که مصروف مصدر خدمت به هموطنان ما هستیم؟ تقریبا اینجا خود یک ماه میشه که آمدیم، پیش در حوزه 3 بودم. بسیار خوب، موفق کامگار باشین جناب مولای صاحب. به عزت باشید. بخیر باشین جناب مولای صاحب. خوشبختانه با کسای مواجه شدیم، کمشان تازه ایجا مقرر شدن و زیادتر الان مونگه نوی را گلی دی. درست. او کشف و کنترول دوارا نوی را گلی دی. درست. نوی دلتا اگه سوی دی او نور مامین سیب تبدیلی آمده کلگی. تبدیلی آمد از طرف قماندانی و ریاست کابل ده حوزات به خاطر که امنیت زیادتر قائم شود لزوم دید ریاست و قماندانی بود که تبدیلی ها را بود. جناب مولای صاحب به نظر شما این تبدیلی ها چقدر نقش داره به تامین امنیت؟ نو ده خود دیر نقش که یه دیر کار ورکوی زکه خمخا دیر فرق رازی. بعضی وقت یه کار سلای دیر کم زوره بی بسره انشالله دیر کار مختزی. بله. وقتی که در یک منطقه یک کس زیادتر کار میکنه اون سازی یا روابط ازی با مردم بیشتر میشه. امی است که کم کم مردم و همون مامور که کار میکنه فکر کنم به طرف فساد میره، چون روابطشان خیلی عادی میشه دیگه. وقتی که عادی شد تم توقع از دو طرف بلند میره. امی است که دامنه فساد و رشوه و نگپا گسترده میشه. نموده که دیر دیگه سره کنترل کی. بله بله. مهربان جناب مولای صاحب بخش بعدی ابزار میریم. سلام علیکم، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ ما اومدیم در شعبه تان دیگه، شما متاسفانه نبودین. خوشبختان همراه مولای صاحب هم میجاد اگر غافلگیر شدین. خوب هستین؟ انشاءالله کارا بخیر مگذره. چطور از وضعیت سطح جرائم؟ شما خامر جنایی هستین. بله. چطور از وضعیت؟ وضعیت حوزه؟ بله، وضعیت سطح جنایی در کل در منطقه. جنایی جرائم خب الحمدلله سابقا بسیار خوب شده. بله. ما کم کم قبلا از متردزدی به عذاب بودم. بله. الحمدلله در وقتای نزدیک اکسی باندی قویره گرفتار کردیم
مطرح کسایی که برده بود به ولایت دیگر انتقال داده بود امور هم الحمدلله آوردم سرشان تثبیت کردم سرشان درست. و دیگه جرایم جنایی نسبت به سابق که الحمدلله فکر کرده صد در 90% کاهش یافته درست. و امور ده فیصد که میشم بسیار جرایم خرد است. مثلا تو جرایم است که صبوری است که در موتر کجتی که انسان میشن از او به سیستم موبایل دزدی میکنه یا ایسا دزدی میکنه این تو جرایم الحمدلله نیست در حوزه ما که به زوری سلا و به زوری توفنگ کسی دزدی کنه اگر باشه بسیار کم است مثلا در ما یک دفعه یا دو دفعه میایه و رو الحمدلله ما کوشش میکنیم اکثریتش دستگیر میکنیم. همین موضوع کسبور جناب علی صاحب شما یادآور شده خصوصا در منطقه لیسه مریم که یک منطقه خیلی پرمزدحم است و تعداد از هموطنان به خاطر خریداری میان موضوع کسبوری همینجا بیشتر بود. حالا چگونه است؟ حالا الحمدلله به همین خاطر که ما کنترل کردیم که اونجا ما پوشش کمره های امنیتی زیاد کردیم و یک پروسه جریان داره ما کوشش میکنیم که جایی که پرازدحام است و جایی که آسیب پذیر است اما زیاد توجه سری کمره ها بکنیم. درست. اگر یک دفعه و دفعه یک کس جرم بکنه در موجه باز ما عکسایش در تمام کارمندای جنایی تیپ میکنیم. ما یک خود گروپ داریم بعد انشالله تعالی ما تثبیت میشه ما گرفتار میشن عکسایش بشه ما میباشه از طریق کمره ما میخواهیم الحمدلله علی جرایم کم شده میره و در نزدیکی ما پلان داریم که کمره های خوشمند در حوزه از نصب کنیم در این پروسه انشالله زیاد کار کردیم و کوشش میکنیم که انشالله کدام چالش ها که از همه را دور کنیم امی کمره را نصب کنیم یا حوزه از در یک علبو جور کنیم برای امنیت تمام افغانستان خصوصا به تمام کابل. واقعا در این مدت که امارت اسلامی آمدن قدرت را بعد از گرفتن خصوصا در منطقه خیرخانه موضوع امنیتی خیلی خوب شده و مردم میتونن به خیال راحت از یک منطقه به منطقه دیگر سفر نمایان یک جای دیگه برن. شخصا خودم زمانی که از دفتر می اومدم بعد از ساعت 7 مجرد نمی کردم که طرف خانه بیایم چون می ترسیدم نشک و خواهی نخواسته کدام روزی با از این مجرمین یا از این دزدها یا از این رهگیرها مواجه شم. اما فعلا به خیال راحت می تانم تا 12 بجه تا 1 بجه به خیال راحت می تانم خانه بیام. از زحماتتان یک دنیا سپاس جناب قاری صاحب که شما به مردم خدمت میکنین. شخصا خودم ازتان بسیار زیاد تشکر میکنم. زنده باش. جزاک الله خیرم. بخیر باشین. جناب علی صاحب پیشتر شما یادآور شدین که کمره های امنیتی خیلی نقش داشته. با چه تعداد کمره در سایه حوزه 11 شما نصب کردین؟ پروسه ما یک پروسه بود که باید حوزه 11 والا غایبا نفوس است با طور صدا اون و دیگه در سابق که ما میدیدیم در سالهای اولی ما بسیار قبل یه جرایم بسیار زیاد بود یه من دوبار مردم هر جای داره و نسبتا اینجا کمی زیاد بود بله حتی اخماس جا بود سرقت مسلحانه که در کلان کریم در شعبه جنایی یعنی کلان جرم است. ما یعنی در سالهای اول وقت است که جرایم زیاد بود ما وقتی که ایجا آمدیم ما کوشش کردیم که ایجا پرنفوذترین ساحه است باید این ساحه را زیاد زیر پوشش کمره امنیتی بیاریم. کمره امنیتی دو نوع است. یک کمره امنیتی است که چهره و نفر پلیت تشخیص میکنه و دیگه کمره های امنیتی است که تشخیص نمی کنه مخز ما اخذ کرده می توانیم که چه قسم واقعه رخ داد. او کمره های امنیتی که چهره را تشخیص نمی کنه ما سر او پروسه بسیار زیاد کار می کنیم و انشاءالله تعالی زیاد پلوم به او جمعوار شده به خواست ملت و انشاءالله تعالی فقط به امر وزیر صاحب منتظر است اگر او احکام می تا انشاءالله تعالی مو یک پروسه است که به سیستم دبی و به سیستم امریکا و اروپا که کدام سیستم است مجه ما اینجا انشاءالله عیار میکنیم و کمره هایی که خرد و ریزه است که سی سی تی وی کمره میگه به او را انشاءالله تعالی به تعداد هزارها کمره ما در مختلف جایه نصب کردیم و انشاءالله او کار هنوزم هر روز جریان داره هر روز به تعداد مختلف دو دانه و سه دانه و پنج دانه کمره در حوزه ما نصب میشه. روابط یا هماهنگی مردم همکاری مردم در قسمت پایین آمدن سطح جرم و جرایم چقدر با شما بوده و چقدر نقش داشته این موضوع؟
اصلا در جرایم مهم گپی است که جدیت و قاطعیت دولت مهم می باشه. اگر دزد و مجرم بفهمه که قاطعیت و جدیت دولت کتی مجرمین جدی است و برخورد واقعی کتی مجرمین میکنه، باز دزدان ایتو جرات نداره، جرایم کم میشه، سطح جرایم کم میشه. امارت اسلامی اما مجرمین کسایی که جرم میکنه مجرمین است و میفهمه که امارت اسلامی و کتی مجرمین بسیار قاطی است و خصوصا به خاطر تامین امنیت. الحمدلله ما بسیار با چیزای کم بود و بسیار با وسایل کم الحمدلله ما اینقدر امنیت آوردیم که ایجا بسیار زیاد قوت ها آمده بود، بسیار زیاد کشور ها آمده بود، این قسم امنیت الحمدلله آورده نتانست. خب الحمدلله این قاطعیت است. ما از رشوت و از جلوگیری از غصب و جلوگیری از واسطه و واسطه بازی از این کلی چیزا الحمدلله اداره ما جدا است. با می خاطر دزد و هر کس می فهمه که دولت برخورد دولت قطعی است، با می خاطر جرایم زیاد کم شده. و دیگه اصل ای است که منبع مهم است، منبع امارت است، منبع نظام اسلامی است، با می خاطر جرایم کم شده میره. و خیر سلامت باشین جناب قاری صاحب. میشه بر ما پیامتان و بر هموطنان ما که در این منطقه زندگی میکنن داشته باشیم؟ پیام ما ای است انشاءالله تعالی که ما در خدمت شما هستیم، شب روز هستیم انشاءالله تعالی، و فکر میکنیم که دولت دولت شماست، ما فقط خدمتگارای شما هستیم. و ایجا که ما آمدیم ما نه تنها به خادمه هستم، بلکه ما انشاءالله تعالی ایجا کسایی که عمره است، کسایی که امیرین در حوزه است، بلکه به مجموع کل امارت اسلامی امرایش میگم، ما فقط یک خدمتگارای دولت خود حساب میکنیم و انشاءالله تعالی هر روز ما کوشش میکنیم که امیر ثابت کنیم به دولت. و به ملتم میگم که انشاءالله تعالی نظامی که آمده در این نظام انشاءالله تمام حقوق ملت محفوظ است، چه زن است چه مرد است، و انشاءالله تعالی کوشش میکنیم که حقوق شما پایمال نشوه و از حقوق شما محافظ باشیم. بخیر و سلامت باشین جناب قاری صاحب، یک دنیا تشکر. خب دوستای عزیز، شما چند تصویر از سطح اوزه بیننده باشین، میریم دوباره با عامر صاحب بخش های بعدی از اوزه را با شما با معرفی میریم. بازم مسعود جامعه از دریچه دوزداران کابل در خدمت شما خواهد. دوستان شما را دوباره خوش آمدید میگیم. ما همین اکنون در دفتر کاری جناب مولای صاحب نصیر احمد احمدی، معاون عامر اوزه 11 امنیتی شهر کابل هستیم. جناب مولای صاحب بسیار تشکر از اینکه با ما وقت گذاشتین. یک تعداد سوال های باقی مان در مورد زندگی شخصی خودتان، از کجا شروع کردین قبل از اینکه امارت اسلامی به قدرت برسه و بعد از اینکه اشرف غنی فرار بکنه قدرت به دست امارت اسلامی رسید، پیش از هم شما در امارت اسلامی بودین یا نه؟ ما الحمدلله طول کورنی اولترین چی کلا تیر امارت سقوط و که بله 2000 اول کال دویم کال زمان گورور شهید ملا عبد المنان احمد رحم الله چی هغه د سټو کندو کی قماندان مشهور پاتې سوای ده او هغه ولو او ټول کورنۍ الحمدلله منګا غاول نو ورسره همکار او ورسره ولاړو تقریبا د شل کال مبارزه کې ورسره غربیانو سره او امریکایانو سره په دې کې منګا ټول کورنۍ ولاړو ورسره منګا ټول ورسره مخکم جهاد کې وو او خپل سي عملی زوته ما عملی کار کړی دا تقریبا 15 کال مخبل عملی زه خپله تقریبا په هغه وخت کې د 1919 کلو وم چې زه تللی یم اوته من جریب. زمانی که کابل سقوط کرد و قدرت به دست امارت اسلامی رسید، دقیقا امور شما کجا حضور داشته؟ منګ خپل چې په اوله ورځ مخکې هغه نه مخکې موږ تشکیلات کړی ول په دکتاک کې موسیي کابل ولایت پورې مربوط ده، نه د موسیي درست او کابل پورې مربوط ده. دغې نه بره دښتک ورته وایي دلته د مونږ مرکزونه ول تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې مونږ تشکیل هلته راکړی و، هلته مرکز و او هلته زیات مجاهدین له مونږ سره ول او هلته د سراج ملسي دواړه یو ځای هلته مرکز خلاص کړی و، د هغه ملګري ول، د ما ملګري ول.
او نور مجاهدین په دغه ساحه کې ول موږ به کارونه دننه کابل مسید او ساحه کې ساحو کې کول او نور موږ هلته وو مرکز مو په کله چې پتح راتلله موږ هملته وو په هغه پتحې په ورځ باندې موږ په اوله ورځ باندې کابل ته راداخل شو. جناب مولای صاحب، قبلا شما در مورد پرسونل اوزه صحبت های داشتین، چقدر خانم ها در پرسونل تان شامل است؟ دل تو قومخ که منگ سر زنانه وی پرسونلی پینزویز دانه وی چه واسه مستده آقا مغا تلاشی بخش که کار که مخیم تلاشی بخش که کار که واسه مغا پرسونل استده. در مورد از اینکه خانم ها فعلا در ادارات دولتی متاسفانه کار کرده نمیتونند، نظر شما چی است که چقدر خوشبین هستین به کار خانم ها در ادارات دولتی در نظام امارت اسلامی؟ نو اوس خو کار کوي په هر بخشو کې کار کوي، په وزارت کې ستره کوم هلته چې ضرورت ده، مثال په هسپتالو کې ضرورت ده، په حوزو کې ضرورت ده، په یا په ولسوالیو کې یا په کنډکو کې په تلاشیو کې ضرورت ده، کوم ځای کې خانمو ته ضرورت ده، هغه ټول هغه ځای کې کار کوي ستره. موضوع خانمال یاد شد جناب مولایی صاحب، میشه یک سوال دیگه در مورد دانشگاه ها و مکاتب هستان داشته باشیم. هرچند سال تعلیمی رو به پایان است، متاسفانه امسال هم طبقه اوناس و خانما و دختر خانما نتونستن ادامه تحصیل و تعلیم خود بکنن، چقدر خوشبین هستین به باز شدن مکاتب و دانشگاه برای دختر خانما؟ نو دانشگاه خو و مکتبون رو در خودی منگلی مشران رو کرده داده، من کار نده، من حس بکی نوایو. درست. این فقط منتظر بزرگای امارت اسلامی هستن که اونا تصمیم چیزی میگم در امر تابع است. درست. خوب است مولای صاحب، از این گپا که بگذاریم، زمانی که قدرت به دست امارت اسلامی آمد و مدت چند گذشت، روند تلاشی خانه به خانه در کل شهر کابل روی دست گرفته شد و تلاشی خانه به خانه شروع شد. چه دستاوردهای امر توزیع 11 هم در این روند تلاشی خانه به خانه داشتن؟ باغه که ډیر شای مونږ ته لاسته راغله، لاغه که مونږ ډیر اصلحې ونیولې. تقریبا دلته مونږ تر زر میله پورې اصلحه غټه وړه او ثقیله و د اصلحه مونږ ونیوله. درست. نو هغه کې مونږ غټ درسته راوړلو دی، زیاتره داسې نظامي هغه جامې وي چې هغه په زرګونو زرګونو په هر کور کې ونیوه، ځکه له هغې نه غلط استفاده کېدله د مجاهد په نامه منې او لاندغه هغه نه اینمپور هم نه هغه اینمپور هم ټولې موږ نظامي بخش هغه کې موم ونیولې، ډېر شیان هم پکې ونیول. زمانه که شما جناب مولای صاحب آمدین دوزه، هرچند شما گفتین که بعد از اینکه قدرت به دست امارت اسلامی آمد شما یک مدت بعد آمدین دوزه، وسایل و وسایتی که از حکومت قبلی دوزه باقی مانده بود همه سر جا بود یا نه؟ نو ولی او سه شای ولی او سه دسی و چی داخل منم یا دو امیرون تو نور تم لاست لاسته و دره ما مرزه دی او زیتر اقلی ما خو دون شای نوال بیزای سه و یا لگ در اصلی حبا که دیسی بیزای سه و خو سم پیدا کرا سپاتی در تروسم او کوم شي که هغه اسکارو ځانو سره وړي دي هغه اصلحه ورکه سوله. او بله کومه اصلحه د سامان یې دلته هغه سوی ده هغه ټول پیدا سو، موټر ول چا ګرځول چا سره ول نور ارګانو وولې ول یا دفاع به وولې ول یا استخباراتو سره ول یا نور هغه سره ول، هغه د رسو وزاره مکتوب راغی چې هر ارګان باید خپل اصلحه وسپاري. خو هغه اصله سامان و او وسایت و هغه ټول را جمع سول، زیاتره موټر وزنې مونږه یو موټر انګ په بغلان کې و هغه هم راوسته، همدلته نور چا سره وو په نورو حوزو کې او یا په استخباراتو کې په دفاع کې ول، هغه ګاډي مونږ بیرته ټول راوستل خو الحمدلله ټول بیرته په ځای سول. جناب مولای صاحب، قبلا هم جناب عامر صاحب جنایی در مورد کمره های امنیتی صحبت های داشتن همراه ما و گزارشی که نشر شد تقریبا 62,000 یا اشتباه اگر نکرده باشم 62,000 کمره های امنیتی در سطح شهر کابل نصب شده. نصب شدن کمره های امنیتی برای تدابیر امنیتی چقدر موثر بوده میتونه؟ نو دا خو کمری خو ډیر محصر دیم، آقا خو دی امنیت لپاره زوما چې نیم امنیت د منګ له کمرو سره جوړ ده. درست. یو ساحه کې چې کمره لګېدلی چې منګ الته پیدا کولای سو، داسې حالات منګ دلته راغلی ده
چې اختطاف سوې ده یو صحنه موږ د کمرې په تورو منی هغه اختطاف هم ګر کړی ده داسې یو غل غلا کړی ده موږ د کمرې په وسیته منی هغه غل هم ګر کړی ده نور هم داسې زیاتې قزیم دلته د کمرې په وسیته منی موږ بیرته لاستر د یک قسمت چې اهالی منطقه هم را شما هم کار بوده قسمت نصب کمرهای امنیتی در منازل یا بلاک هایی که ماشاءالله در شهر کابل در یواقع خیلی بلاک های بلند بالای آباد شده چقدر اینا هم روی تان هم کار بودن جناب مولای شیخ دی خو الحمدلله پورا من سر هم کار دی او مزخ بلله ول سم حفظی خلکو نادر خوشاله ما الحمدلله د دې دوی همکاری او د دې همدردی د لمن سره چې په داسې حالات راغلی چې نن ورځ په داسې یو هغه نسته ده چې زه ووایم چې دغه مشکلات دي یعنی زه خپله اوس حوزې ته سهار چې راستم تر ماښام پورې همداسې ناست یم هېڅ هم نه وي ځکه مشکلات الحمدلله حل دي دا چې داسې دا د ولس همکاري ده تر دې پورې چې پاس په غره کې داسې یو غل تښتېدلی ده هلته خلکو پسې راوتي نیولی ده موږ ته یې زنګ وهلی چې مولي صاحب دلته هم نیولی ده موږ ورغلي مجاهدینو هغه هم رانیولی دلته هم راوستی ده قاتل یې هلته قتل یې کړی و ډېر وخت ګرځېده د پاس غره خواته به ګرځېده لاندې به نه راکته کېده خو همالته موږ ته خلکو په غره کې یوه ګیره راکړه خو د خلکو همکاري بیخي زیاته ده او بیخي موږ سره یعنی سل فیصده ده جناب مولای صاحب میشه یک سوال دیگه در مورد یونیفرم مجاهدین آمریه توزه داشته باشم چقدر مسئولین یا مجاهدینی که در این حوزه مصروف مصدر خدمت به هموطنان ما هستند چقدر با یونیفرم که از طرف وزارت امور داخله برشان توزیع شدن مجهز شدن چون یک تعداد از هموطنان ما سوال داشتن که بعضی از اشخاص سوء استفاده از نام مجاهدین میکنن و تقل باب میکنن پشت دروازه ما گویا ما از طرف حوزه آمدیم میخوایم خانه ها رو تراشی بکنیم چقدر این قسمت شما موفق بودین؟ نو پدی که خو اینم پورم طولو تا منگه تصمیم کرده ور کردم دا یعنی مثال کم دی طولی مجاهدین دی پوستو دی آقا طول پر اینم پورم منی دی درست یا او دلتا به ادارو که کار که جاتر مرگری نه هوندی دلتا خو بیا منگم بیام کوشش بکوو سی اینم پورم واقوندی او به هر طول اغوستی دی او پات سودی چا کورو تا داسی کورو تا ورغلی دی خو منگ الحمدلله دا پتن نیولی زکا وکیل منگ سر پرابیتا دا او دی نماینده پرابیتا دا یو دی بلاک نماینده سوی حتی آغا منگ سر پرابیتا دا داسی یو پیخ منگ تا راغلی دا یعنی زی دسی پا امیدی امانیم خود دای سبا چی لخارج نیما تا زنگ والای دا چی پلانکی بلاک تا دسی طالب په نامه څوک ورغلی دي موږ دا پتن ما مجاهدین لیږلی دي یعنی تر هغه دونه متاثر شوي دي هغه خلک له موږ نه موږ د مجاهدینو نه چې حتی سې په مسج کې داسې سخت زاړي هغه په دې مني چې د ده غم وخوړ شو د مشکل حل سو دا پتن یې ورته حل جناب مولای صاحب یک سوال دیگه هم میشه برته ازتان پرسان بکنیم که در حکومت قبلی زمانی که یک حادثه یا رویداد رخ میداد هموطنان ما میتونستن با شماره 119 به تماس شوند و مشکل خود با مسئولین حوزه یا وزارت امور داخله در جریان بگذارند اکنون چگونه میتونن زمانی که یک کسی با یک رویداد مواجه میشه شماره در جریان بگذارند نو هغه شمیری وسم به حال دی افسرونون شمیرم په حال ده سل شمیرم په حال ده د هر چه هست مشکل وی هغه ته زنگ وهلی سی هغه موږ ته دا پتن خبر راکوي د دې مشکل ده دا پتن زن رسوالی سو ویدو مشکل رو تحل کواری تا قبل هم به حالی دی بخیر سلامت باشین جناب مولای صاحب و سوال دیگه ای که امی مربوطات یا ساحت که مربوط حوزه 11 امنیتی میشه از کدام منطقه تا کدام منطقه است چون ماشاءالله این منطقه صاحب پرنفوس شهر کابل گفتم میتونیم که یکی از ساحات پرنفوس شهر کابل است نو دمون خود دیکتنه من دیر نپوس لری تقریبا دلتا چې تر ولس لکو پورې موږ ته کوم هغې سوي ته مردوم شمیرې سې سوي د تر ولس لکو پورې دغه هغه موږ سره راپور ایسته داسې دلته خلک اوسي او دغه موږ ساحه ده داسې نیولې له چرایي اسپانه نیولې ده او داسې تر پاس تر کوتل سره پورې شپخانې کمال کمال پورې د موږ ساحه ده او داسې نیولې ده تر پاسه انجیراکه پورې ده درست او دغه ساحه نوره ده د ننه ټولو د موږ ساحه ده درست جناب مولای صاحب
بزرگترین یا خطرناکترین عملیاتی که در جریان ماموریتتان در سایه حوزه 11 داشتین میشه برای ما بگوین؟ آیا کدام عملیات خطرناک داشتین از زمانی که شما مسئولیت ماموریت حوزه را به دوش گرفتین؟ یه ردسی با ندیسه بیه زکر دستی مشکلات منگتا ندی مخصده بیه الحمدلله اولا که دیکتانه هم در خلق منی منگ دیر کار رو که اولست منی اولست سر مودی دل مشران و سر وکل سیبان و سر نمیندگان و سر دیده زی لزوانان و سر منگولی دل مجلسون مکرد خو دیگه اللہ تلا رحم دا دیده اولست منگ سر دیر همکاری دا و دستی و مشکل منگتا ندی پیکسی ویسی منگ دستی وکسی سر یک عملیات بزرگ داشته باشه. جناب آقای صاحب، پرسنلتان که فعلا در عرضه مزدر خدمت هستند از کدام اقوام است؟ نو من سر هر سوق دی، دی هر ولایت دی، دی هر زای دی کابل ستا دا، من خپل دی کابل یو اندغه سی دی لوګر ستا دا، دی هلمند ستا، دی بغلان ستا، دی قندوز ستا، دی زیات ولایتو دی من زر بدخشان ستا دا، او دی نورستان ستا، او دی کونړ ستا من سره زیات دی هر زای دی من سره. جناب مولای صاحب، از اینکه در پایان برنامه هستیم، پیام و گفتنی تان اگر داشته باشین به اهالی منطقه خیرخانه یا ساحاتی که مربوط حوزه 11 میشه، کبری ما در اختیارتان است. منگه ولست ده پیغام ده چه منگ سر و گپ و گو دریگی، منگ سر همکاری و کی، لمنگ مجاهدون سر همکاری و کی، انشاءالله دی دوی دی سر و مال او حفاظت بکیگی، دی دوی دی ناموس حفاظت بکیگی، جدیدوی لمنگ سر همکاری بی. بخیر سلامت باشین جناب مولای صاحب، از اینکه برای ما وقت گذاشتین. زنده باشین. با وجود که بیروبار تانم زیاد بود با ما وقت گذاشتین، یک دنیا سپاس، تشکر. بخیر سلامت باشین. قربانتان. بخیر باشین. خیلی تون سر لار سو. دوستان عزیز، این بود برنامه ما با عامر صاحب حوزه 11 امنیتی شهر کابل. امیدوار هستم تا پایان گزارش برنامه ما را شما دیده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته. میتونید شما با کامنت هایتون بیشتر از این ما را تشویق کنید. تا دیدار بعد و تا دیدار تا گزارش بعدی، همه شما را به خداوند یکتا و لایزال می‌سپارم. وقت همه بخیر. خدا نگهدار.